میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو، میبینم سفارایی ها رو، میبینم دهانهای با حقد و غضب پوشیده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ در حوادث فتنه گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. فرمود الا و لا یحملها بالعلم الا اهل البصر و الصبر. میدونید پرچم امیرالمومنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی. در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد گاهی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن، تو اردوگاه طرف مقابل هم در جنگ جمل و صفین و نهرمان نماز جماعت میخوندن. حالا شما باشید چیکار میکنید؟ بصیرت خودتون رو بالا ببرید، آگاهی خودتون رو بالا ببرید، حقیقت رو باید فهمید. در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود، چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود تبلیغات گوناگونی داشت. این کسی که از این طرف خودش رو موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بیسته و مقاومت کنه، جناب عمار یاسر بود. یه جا میدید اختلاف پیدا شده، یه عده‌ای دچار تردید شدن، بگو مگو توشون هست، خودشو میرسون اونجا به سرعت براشون حرف میزد، توبت میکرد، تبیین میکرد، این گره ها رو باز میکرد. نقش نخبگان و خواص و اینها هم این است که این بصیرت رو نه فقط در خودشون، در دیگران به وجود بیارن. حسا بگید، روشن بگید، مبین بگید، اون چرا که میفهمید. هیچ انتظار نیست، حق هم نیست که انتظار باشه که کسی برخلاف فهمیده خودش حق بزنه، اما اونی که فهمیدید رو بگید. سعی هم بکنید که اونچه که فهمیدید درست باشه. کجا هستن اون کسانی که این شخصیت های بزرگی که پیمان جانبازی رفتن؟ اینه امار، اینه امار، اینه امار.